أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از فضل خدای تبارک و تعالی مسئلت دارم، طاعات، عبادات، خدمات، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان را از همگی مورد قبول قرار بدهد. آقا و مولای من حضرت بقیت الله مهدی موعود صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف همگی را مورد رعایت قرار بدهند. کریمه اهل بیت بی بی حضرت فاطمه معصومه علیه السلام برای حوائج دنیا و آخرت همگی شفاعت بفرما. اللهم جدد به ممتحا من دینک. این مجلس که در سالهای متعدد مرحوم اخوی اعلی الله درجاته اینجا فرمایشاتی داشتن، من هم به سهم خودم یه عرایضی برای خانمهای محترم دارم. امیدوارم مورد قبول الهی و عمل مؤمنات قرار بگیرد. این جمله که خوندم یک جمله است از دعایی که از جانب خود آقا حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف وارد شده، دعایی که اولش اللهم عرفنی نفسک است. شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید ابن طاووس، دیگران رضوان الله علیهم با سندهای این را از عمری پدر و پسر نائب اول و نائب دویم خاص حضرت بقیت الله بودن از عمری نقل کردن که عمری گفته است این دعا از جانب حضرت به من رسیده که شیعیان این دعا را در زمان غیبت کبرا بخوانند و یک تیکه‌ای که از غیبت صغرا مونده بوده. این جمله معناش این است که خدایا دین تو یه تکه هایش محو شده، از بین رفته. خدایا به سبب ظهور حضرت اون تکه هایی از دین خودت که محو شده از بین رفته اونها را تجدید کن. اللهم جدد بهی ممتحا من دینک. امتحا یعنی محو شده. یه وقت یه چیزی کم و زیاد میشه، تغییر پیدا میکنه، تبدیل پیدا میکنه، خانه یه وضعش را عوض میکنن، یک برنامه یه تبدیل و تغییر درش میشه. یه وقت نه، یه چیزی محو میشه. یه خانه رو خراب میکنن، خیابون میکنن. یه مسجد رو خراب میکنن، خیابون میکنن. این مسجد محو شد. این خانه محو شد. امتحا یعنی محو شد. خود آقا
عجل الله فرجه الشریف امر کردن که از خدا بخواید، بگید خدایا وسیله حضرت تجدید کن اون که از دینت محو شده. دین خدا یک فرهنگه، یک فرهنگ خاصه در همه مجالات. دین خدا فقط یه مسئله مرتبط به موعظه نیست، موعظه جزء دین خداست، نه همشه. دین خدا مرتبط به آخرت، بهشت و جهنم و ثواب و عقاب نیست، این یک جزئی از دین خداست. دین خدا فقط نماز و روزه و حج نیست، این یک جزئی از دین خداست. دین خدا فقط زکات و خمس و زکات فطره و کفاره و فدیه و رد مظالم و اینها نیست، فقط این نه، این جزء دین خداست. دین خدا وظیفه زن با شوهر، وظیفه شوهر با زن، اولاد با والدین، والدین با اولاد، ارحام با همدیگه، این همه دین خدا نیست، این جزء دین خداست. دین خدا یک مجموعه است که ارتباط کامل و واسع با تمام حرکات، سکنات، کردار، گفتار هر انسانی، زن و مرد، عالم و جاهل، با سواد و بی سواد، غنی و فقیر، پیر و جوان، در طول زندگی داره، این دین خداست. هر چی میگه، هر جا ساکت میشه، هر کاری میکنه، کاری که نمیکنه، جایی میره، جایی نمیره، این تمامش مربوط مرتبط میشه با دین خدا. چون خدای تبارک و تعالی برای تمام اینها احکام داره، مسئله داره، یه عدش واجباته، یه عدش محرماته، یه عدش مستحباته، یه عدش مکروهاته، یه عدش مباحاته. این دین یه مقدارش به کلی از بین رفته، یه قدری تبدیل شده، یه قدری تغییر پیدا کرده، یه قدری به کلی از بین رفت. این فرهنگ که اسمش دین خداست، چیزی که خدا غیر او را نمی پذیرد، ان الدین عند الله الاسلام، اسمش اسلامه، و رضیت لکم الاسلام دینا، این دین، این اسلام، یک صورت نماز، یک صورت روزه، یک صورت حج، اونم در یک حدود خاصی ازش باقی مونده. اما بسیاری از دین خدا رفته از بین. اینایی که نماز میخونن، روزه میگیرن، از 100 تاشون بپرسید بیشتر از 50 تاشون اصلا اطلاع ازش نداره. میدونید چی از دین خدا محو شده؟ یکیه، دوتاست، 100 تاست، 1000 تاست. شما رساله عملیه رو مطالعه بکنید، عروت الوثقا رو مطالعه کنید، کتب فقهیه رو مطالعه کنید، کتب اصول دین رو مطالعه کنید، کتب اخلاق اسلام رو مطالعه بکنید، کتب روایات اهل بیت رو مطالعه کنید، وسائل شیعه رو ببینید، بحار رو ببینید، وافی رو ببینید، اینا دین خداست. اسماء بنت عمیس، یکی از مؤمنات خوب، از صحابیات، از اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله،
که قصه هاش تاریخش قصه هاش با حضرت زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین قبل بعد کم و بیش تو تاریخ اومده و کم و بیش شنیدید دیدید. این احوالات این اسماء رو مطالعه کنید که از زنهای خوب بوده. این اسماء زوجه جعفر ابن ابی طالب برادر امیر المؤمنین بود. در موته جنگ موته زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله جعفر کشته شد در اردن فعلی که قبر ایشون هم اونجا مزار حرم داره مزاره. بعد از کشته شدنش پیغمبر خدا براش گریه کردن، قصه هایی داره. پیغمبر خدا در یک جریان قبلش نماز جعفر طیار به جعفر طیار فرمودن چی به تو بدم، نماز جعفر را به او تعلیم فرمودن که واقعا اگه یک کوه طلا پیغمبر خدا به جعفر داده بودن اینقدر قیمت نداشت. از اون روز تا حالا چقدر مردم نماز جعفر طیار خوندن، میخونن، حاجت گرفتن، حاجت میگیرن. چقدر روایات از 14 معصوم علیهم الصلاة والسلام ملاحظه کنید، وسائل شیعه مستدرک الوسائل را ده ها روایت، نه یکی نه ده تا راجع به نماز حضرت جعفر طیار هست. این اسماء زوجه جعفر طیار بود. جعفر طیار کشته شد، عده وفات گذشت. دین خدا این بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قیم بر این دین بودن، الا ما دمت علیه قائما. گرچه آیه شریفه راجع به مطلب دیگه است، اما پیغمبر خدا در تا بودن خودشون قائم بر این دین بودن. این اسماء زمان پیغمبر خدا زوجه ابوبکر شد که محمد ابن ابی بکر از اسماء، از اسماء فرزند جعفر طیار عبدالله ابن جعفر طیاره که این عبدالله شوهر بیبی حضرت زینب سلام الله علیها است. بعد از ابوبکر امیر المؤمنین صلوات الله علیه تزویج کردن اسماء را و دو تا از فرزندای امیر المؤمنین از غیر حضرت زهرا از اسماء هستند که یکیشون عون ابن علی ابن ابی طالبه که برادر امام حسین است، برادر پدری امام حسین است و در کربلا شهید شد در روز عاشورا. الان این کار عیب نیست؟ این اسلام بوده یا نبوده؟ این دین خدا بوده یا نبوده؟ حالا یه خانم شوهرش از دنیا میره یه شوهر دیگه بکنه، چند تا خانم تشویقش میکنه، چند تا میگن خوب کردی. دین خدا نبوده و پیغمبر خدا انجام دادن، یا دین خدا بوده حالا عوض شده؟ یکی مرد زن یکی دیگه شد، یکی دیگه مرد زن یکی دیگه شد، حالا شده عیب. غیر از زوجات پیغمبر صلی الله علیه و آله که یک حکم خاص جزء خصائص پیغمبره، قرآن کریم تصریح فرموده ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. یه مصالح الهیه دنیا و آخری تی داشته، خدای تبارک و تعالی نهی کرده، گفت پیغمبر خدا از دنیا که میره کسی حق نداره زنهای پیغمبر را ازدواج کنه، همه یه دونه استثناء خلاص. شما تاریخ ائمه معصومین را ببینید، تاریخ اصحابشون را ببینید. این امتحا، این محو دین خدا نسبت به این مسئله نیست.
دین خدا هست یا نیست. اگه نیست چطور پیغمبر خدا خودشون انجام دادن، امیرالمؤمنین انجام دادن، پیغمبر خدا زمان خودشون، امیرالمؤمنین خودشون. اگه دین خدا هست چرا حالا عیب کی اینو کرده؟ عیب کی باید این را عوض بکنه؟ امام زمان صلوات الله علیه ظاهر که میشن، تمام اینها هزارهاست نصدها اینا رو برمیگردونن. یعنی اون چه دین خدا بوده این برمیگرده. همینطور مسئله عکسش، فاطمه زهرا سلام الله علیها، هیچ زنی خدا خلق نکرده و نخواهد خلق کرد به مستوای حضرت زهرا و به مقام حضرت زهرا. امیرالمؤمنین بعد از شهادت حضرت زهرا ازدواج کردن، اما حالا عیبه، اسمش هم میذارن فلان مرد با وفاست ازدواج نکرد، فلان مرد بی وفاست ازدواج کرد بعد زن. این قلب مقدس امام زمان را نمیازاره؟ دین خدا هست یا نیست؟ یه خورده بشینیم تأمل کنیم، نکنه خود ما جزء کسایی باشیم با حرف، با موضع‌گیری، با کم و زیاد، با تشویق، با مسخره کردن، با اینا قلب مقدس آقا را بیازاریم. امیدوارم به برکت خود آقا حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، خدا این توفیق را به همه مرحمت بفرماد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.